بچه اگه یادتون باشه من برای دایره و برای بیزی این نکته رو برات بررسی کردم که نقطه کجای دایره و بیزیه، بیرونش، درونش و روی بیزی. برای سهمی هم این نکته رو داریم. اگر نقطه ای بخواد چی باشه، خارج یه سهمی باشه، اف آ مثبت، عین همون چیزی که برای دایره و بیزی گفتیم. اگر اف آ صفر باشه چه اتفاقی میفته؟ نقطه روی سهمیه. و اگر اف آ منفی باشه نقطه داخل سهمیه، اونجا یه شکلش ریز شده. اینجا اگر نقطه بیرون باشه اف آ مثبت، اگر روش باشه اف آ صفر، و اگر درون سهمی قرار بگیره اف آ چی میشه؟ منفی. و اما اف چیه؟ من توی دایره گفتم معادله مرتب شده دایره که همه یه طرف باشن، ضریب x y 2 1 باشه. تو بیزی گفتم معادله مرتب شده بیزی رو میگن F. یعنی چی؟ یعنی همه یه طرف باشن، ضریب x y 2 مثبت باشه. حالا اینجا میگم F معادله سهمیه که همه یک طرف، همه یک طرف باشن و عبارت درجه 2 علامتش مثبت باشه. پس F هم میشه سمتی که یعنی همه یه طرف باشن، عبارت علامت درجه 2 هم بخشه علامت عبارت درجه 2 هم مثبت باشه. سوال نگاه کنید، اگر از نقطه آ دو منها یک بتوانیم دو مماس بر سهمی به معادله ایگرگ مساوی با ایکس دو به علاوه آ ایکس منهای سه آ رسم کنیم، حدود آ را بیابید. بچه ها میگه از این نقطه دو تا مماس به سهم میکشتم. ببین یه سهمی دارم، نقطه بیرون باشه دو تا مماس میتونم بکشم، نقطه روی سهمی باشه یه مماس میتونم بکشم، نقطه درون سهمی باشه اصلا نمیتونم از اون نقطه خطی بکشم که به سهمی مماس باشه. چون نقطه بیرون سهم گفته دوتا مماس میتونم بکشم، پس نقطه فهمیدم باید چی باشه؟ بیرون سهم باشه. پس باید اف آش مثبت باشه. فقط اف چیه؟ همه باید یه طرف باشن، یا من باید اینا رو ببرم اونور یا ایگرگ رو باید بیارم اینور. ببین اگه اینا رو ببرم اونور علامت درجه 2 منفی میشه، قابل قبول نیست، پس ایگرگ رو میارم اینور. اونی که علامت عبارت درجه 2 باید علامتش مثبت باشه. حالا اف آ باید مثبت باشه، نقطه 2 منهای 1 که اینجا جایگذاری کنم حاصلش باید چی باشه؟ مثبت. یعنی جای x2 جای y منهای 1 میذارم. اینه که دیگه حلش کنیم، مقدار آ به دست میاد کوچکتر از 5. یعنی اگه آ کوچکتر از 5 باشه از این نقطه دو تا مماس میتونم به این سهمی رسم کنم. مثال بعدی یا تست بعدی رو دقت کنین. نقطه 3 و 2 کانون سهمی قائمی است که دهانه آن رو به پایین باز می شود. اگر این سهمی محور y ها را با عرض 2 قطع کند، آنگاه فاصله کانون تا خط حادی سهمی کدام است؟ خب سوال فاصله کانون تا خط حادی رو میخواد. فاصله کانون تا خط حادی رو دیگه مطمئنم الان به راحتی میتونیم به من بگیم میشه 2 تا آ. پس من باید آ رو پیدا کنم. سوال کانون به من داده، محل برخورد این سهمی با محور گرگارم به من داده. بریم یه شکل بکشیم. ببینید مختصات کانونی که بهم داده چند؟ 3 و 2. بعد گفته سهمی قائمه رو به پایینه، از نقطه 0 و 2 هم میگذره، محل برخوردش با محور ایگرگ بود، خودش گفته به من ربطی نداره، خودش گفته بود که آقا جان این سهمی از این نقطه هم میگذره، یعنی باید یه همچین سهمی من اینجا داشته باشم. حالا یه نگاه بندازیم بچه ها، ما میدونیم این محور تقارنه اینجا بود دیگه. اگه یه خطی اینجوری بیاد به محور تقارن عمود بشه، این همون NN پریم من میشد. یادته گفتم خطی که در کانون بر محور سهمی عمود میشه اون NN پریم 4 آ بود. تو سهمی ها بهت گفتم الان این فاصله که 3، پس اینم که 3، پس 4 آ من الان باید برابر با چند باشه؟ 6. مقدار آ به دست میاد 1/2، 3/2 1/2. حالا سوال چی خاص بود؟ فاصله کانون تا خط حادی. فاصله کانون تا خط حادی 2 آ که 2 تا آ میشه 3. خوب گوش کن، طول وتری که در کانون بر محور سهمی عمود می شود برابر 4 آ. اینو قبلا هم گفتم. ببین من یه شکل کشیدم، کانون داده بود، گفته یه سهمی قائم داریم دهانش رو به پایینه، محل برخوردش با محور عرضها رو داده بود 0 و 2. من یه نگاه کردم دیدم این دوتا توی یه راستان، اینا به این وصل کردم، ادامه دادم محور تقارنم هم کشیدم، دیدم ای اینا به هم عمود شدن. فهمیدم این آبه من همون چیه؟ منه NN پریم منه. NN پریم همیشه مقدارش چقدر بود؟ 4 آ توی سهمیا. پس NN پریم که همون 4 آ با توجه به شکل بعد این 3 و 3 بشه 6، پس آ 1/2. خواسته سوال چی بود؟ فاصله کانون تا خط حادی که 2 آ یا همون 3. چند تا نکته میخوام بهت بگم. بچه ها اگر من یه سهمی داشته باشم، هر نقطه دلخواهی که روی خط حادی در نظر بگیرم، هر نقطه دلخواهی که روی خط حادی در نظر بگیرم مثل ام، و از اون نقطه دو تا مماس به سهمی بکشم، مماسات قطعا به هم عمودن.
هر نقطه‌ای که روی خط حادی در نظر بگیری و از اون دو تا مماس به سهمیت بکشی، قطعاً مماسات به هم عمودن، خط مماسات. این ویژگی خط حادیه. پس از هر نقطه دلخواه روی خط حادی سهمی اگر دو مماس بر سهمی رسم کنیم، مماس های رسم شده بر هم عمود خواهند بود. ممکنه توی سوالی بگه برو معادله خطی رو به دست بیار که هر نقطه روش انتخاب کنم، مماس به سهمی بکشم، مماس با هم عمودن. در واقع این سوال از تو چی خواسته؟ گفته برو معادله خط حادی رو به دست بیار. نقطه بعدی که میخوام بگم چیه؟ حالا از هر نقطه‌ای که روی محور تقارن در قسمتی که خارج سهمیه انتخاب کنم، مثل M، دو تا مماس به سهمی بکشم، مماسات با هم برابرن. یعنی مثلا نقطه M رو اینجا بگیر، دو تا مماس بکش، مماسات دوباره با هم برابرن. هر نقطه ای که روی محور تقارن در قسمت خارجی سهمی، نه قسمتی که داخل میافته، بگیرم، دو تا مماس به سهمی بکشم، مماسات با هم برابرن. پس اینم یه نکته. حالا اگه من بخوام از نقطه ای دو تا مماس به سهمی بکشم که هم برابر باشن هم عمود باشن، یعنی باید رو هم رو خط حادی باشه هم رو محور تقارن باشه، پس نقطت باید دقیقا اینجا باشه، همون کای من که اینجا با ام نشون میدم، که اگه جا دو تا مماس بکشم هم اینا برابرن و هم بر هم عمودن. پس خوب گوش کن، نقطه ای که از آن بتوان دو مماس عمود بر هم و هم اندازه بر یک سهمی رسم کرد، محل برخورد محور تقارن و خط حادیه. پس اینم نکته هایی که در مورد مماس هایی که به یک سهمی میتونم بکشم. پس گفتیم اگه نقطه خارج از سهمی باشه، دو تا مماس میتونم به سهمی بکشم. حالا اگه نقطه رو خط حادی باشه، مماس هایی که به سهمی میکشم به هم عمود میشن. اگر این نقطه رو محور تقارن باشه، مماس هایی که به هم میکشیم، مماس هایی که از اون نقطه میکشیم به قسمت بیرونی محور تقارن، بیرون سهمی باشه، برابره. حالا اگه بخواد مماس ها برابر باشه و عمود باشه، چه اتفاقی باید بیفته؟ باید روی محل برخورد عمود، محل برخورد خط حادی و محور تقارنت باشه. بریم یه مثال باید نگه کنیم. از کدام نقطه از سهمی به معادله 2 تا ایگرگ منهای 3 به توان 2 مساوی با 3 ایکس منهای 4 ایگرگ به علاوه 3 می توان دو مماس عمود بر هم و مساوی بر آن رسم کرد؟ سوال گفته برو نقطه ای را پیدا کن که از اون بتونم دو تا مماس به سهمی بکشم، هم برابر باشن هم عمود باشن. میدونیم دیگه این کدوم نقطه است؟ نقطه ای که هم بر رو محور تقارن باشه هم خط حادی، محل برخوردشون. معادله را اول مرتب میکنم، چون اینجا ایگرگ دارم، اینجا هم ایگرگ دارم، اولین رو به توان دو میرسونم، یه دو توش ضرب میکنم، ایگرگ را میبرم اونور. این عدد 2 در 9 ضرب میشه 18 میاد، این میشه منهای 18، با این میشه منهای 15. اینجا ایگرگ 2 ضریب داره، کلش به 2 تقسیم میکنم که ضریب نداشته باشه. حالا نصف اینو به توان 2 اضافه و کم میکنم، نصفش منهای 2 به توان 2 4، 4 تا به طرف این اضافه میکنم، قطعا این اتحاده. اتحادش رو می‌نویسم ایگرگ منهای 2 به توان 2، اینم که میشه 3 دوم ایکس به علاوه 7 دوم، منهای 7 دوم. حالا از ضریب x هر چی از فاکتور میگی، ضریب x 3 دومه، یه 3 دوم که فاکتور بگیرم میشه y منهای 2 به توان 2 مساوی با 3 دوم x منهای 7 سوم. مطمئنم دیگه فاکتور گیری رو بلدی. پس من معادله سهمیمو الان دارم، راستش میشه 7 سوم و 2، چون y توان 2 داره و علامت اینم مثبته میشه افقی رو به راست، و ضریب اینم ضریب عبارت تمامی کم 4 آ، یعنی 4 آ هم میشه 3 دوم. پس من اینا همشو دارم، راسو دارم، افقی رو به راست، آ هم به دست من 3 هشتم. حالا سوال از من چی خواسته بود؟ گفتم نقطه‌ای که از اون بتونم دو مماس مساوی و عمود به هم رسم کنم، گفتیم نقطه تقاطع محور تقارن خط حادیه. پس من یه سهمی دارم افقی رو به راست، شکلشو که اینجا کشیدیم، راسو دارم چند 7 سوم و 2. حالا من بیام چیکار کنم؟ اول معادله خط حادی رو به دست بیارم، خیلی راحته، به اندازه آ که 3 هشتم میرم عقب، 3 هشتم از چی کم میشه؟ از ایکسش، از ایکس این 3 هشتم کم کن، ایکسش میشه 47 24. محور تقارنم که بخوام به دست بیارم، به راحتی میتونم بدم معادلش میشه ایگرگ مساوی با 2، یعنی این خطه میشه، این خطم چون روی اس قرار داره ایگرگ مساوی با 2، محل برخورد این دوتا میشه 47 24 و 2. در واقع این نقطه رو خودمون راحت هم میتونستیم به دست بیاریم. من وقتی که میام عقب به اندازه آ چقدر بود؟ 3 هشتم. فقط کافیه 3 هشتم از ایکسش کم کنم، این نقطه 47 24 و 2 دقیقا نقطه ای که از اون میتونم دوتا مماس به سهمی بکشم که مماس ها برابر باشن و عمود بر هم.